من جنگ سفین و جمل را قهرمانم، من حسنم. یه جایی به من میگه بخود که باید آرومتون کنم، اگه امروز خوندم قول بده خودشو نزنه. این شبا ما رو ببر تو خونه کنار بستر، اینا رو آواره کوچه نکن بیچاره میشن. بعد من آرومت کنم دیگه ها. ای کاش جای محسنش من مرده بودم. پسر بزرگه با، بعد جواب زینبم بده، بعد جواب حسینم بده. ای کاش جای محسنش من مرده بودم، ای کاش من سیلی به جایش خورده بودم. با این که میدونه من خودم گله آتیشم، چه جایی من آورده چی بگم. شب تولد امام اصغری گفتم خوبر خانوم جوونی میخواد بیرون بره، اگه مردش باش نیست یه پسر بچه باش باشه، یه وقت کاری پیش میاد. زیر بغل مادر رو گرفت، به خدا عاجز شدم آه. یه جایی سخته من بخوام روزه بخونم اینجوری گریه کنم. آخه پسر افتخار میکرد به مادر وقتی از مسجد اومد. به به، مادرم حقشو گره، پوز همشونو به خاک مالی. کیف میکرد جانم مادر، چه خطبه ای خوندی، همه لال شدن، همه ی عالم تو دست امام حسنه، دست امام حسن تو دست مادر. همچی که خواست اراده ای کنه مادر دستشو فشار داد. یعنی حسنم تو باید صبر کنی مادر، همه ی کارای حسین یه طرف، این یه صحنه یه طرف. یک تنه یک کربلا قم دیده ای. چی دیده؟ چادری خاکی قدی خم. دستشو فشار داد مبادا کاری کنی حسنم. و نانجیب اومد دید از علی خبری نیست، نمیدونم چی شد محمدی جگر رو نگفت. وقتی بعد از این حادثه امام حسن مادر رو بلند کرد، از رو زمین یه گوشواره شکست.
چی بگم من حرف بزنم. یه جایی رفته دیگه باید بگم. شما اکثرتون نوجوونید، یه چیزایی رو شماها نمیدونید، بچه بزرگ کرده ها میدونن. خوب گوش بده، من بیه میخوام یه ذره حالا پرده برداری کنم. تو رو امام حسین ببخشید، یه ذره پرده برداری، چون به یه جایی رسیده روزه منو باید یه چیزی بذارم روش برات بگم. دقت کن، خانومی که بار داره استخونهای بچه از وجود شکل میگیره. حواست هست؟ لذا دندوناش ضعیف میشه. حالا زخم ابرو میگیری؟ رفتی خونه از مادرت بپرس، بگو فلانی چی میگو؟ آیا منو باردار بودی دندون در گرفتی؟ میگه آره مادر، کی بهت گفته؟ حالا اگه یه خانومی تازه بچهش سخت شده باشه، همین یه سیلی زد تموم شد، میگن این نانجیب چپ دست بوده. اگه با دست چپ بزنه به گوش راست میخوره. بسته روزه میگیری تو خونت برای یه حرفا؟ بی خود نبود که وقتی تو مجلس یزید دید چوب داره به دندون میخوره، دست گذاشت رو سرش، گفت یا فاطمتا. به امام حسن گفتن آقا چقدر زود محاسنت سپید شد، گریه کرد. گفت من تو این کوچه یه چیزایی دیدم.